در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از درخواست ایران بابت توقیف یک نفتکش ایرانی در اندونزی، واکنش دولت روسیه به اعتراضات علیه بازداشت ناوالنی، ادامه تحولات سیاسی در آمریکا و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان تا بعد از ظهر سه‌شنبه 7 بهمن از مرز 100 میلیون نفر عبور کرد و شمار فوتی‌ها نیز به حدود 2 میلیون و 152 هزار نفر افزایش یافت. تاکنون حدود 72 میلیون و 500 هزار نفر پس از ابتلا به این بیماری بهبود یافتند. شمار مبتلایان روزانه هند برای نخستین بار در 8 ماه گذشته به کمتر از 10 هزار نفر رسید. آلمان و لهستان نیز روز دوشنبه کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در 3 ماه اخیر را ثبت کردند. از سوی دیگر تعداد فوتی‌های مکزیک از مرز 150 هزار نفر عبور کرد. نیوزیلند نیز پس از ماه‌ها نخستین مورد ابتلای داخلی به کووید 19 را ثبت کرد. پلیس ضد شورش هلند برای 3 شب با معترضان علیه محدودیت‌های کرونایی درگیر شد. تا کنون حدود 240 نفر در این درگیری‌ها بازداشت شدند. طبق آمارها شمار کلی فوتی‌های کرونا در آمریکا از آمار مرگ و میر این کشور در خلال جنگ جهانی دوم فراتر رفته است. ایران منتظر توضیح اندونزی درباره توقیف یک نفتکش. طبق اعلام سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه، ایران از اندونزی خواسته تا جزئیات مربوط به توقیف نفتکش ایرانی در آب‌های این کشور را ارائه دهد. مقامات اندونزی روز یکشنبه اعلام کردند که نیروهای ساحلی این کشور یک نفتکش ایرانی و یک نفتکش پانامایی را به ظن انتقال غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور توقیف کرده است. خطیبزاده اعلام کرد تاکنون برخی اطلاعات دو نقیز در این زمینه دریافت کرده ایم و منتظر دریافت گزارش های بیشتر هستیم. ادامه تحولات سیاسی در آمریکا. در ادامه فرایند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا، مجلس نمایندگان این کشور به طور رسمی مصوبه استیضاح را به مجلس سنا تقدیم کرد. جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته حتی اگر احتمال رأی دادن جمهوری‌خواهان به محکومیت ترامپ کم باشد، استیضاح او باید انجام شود. جلسات محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا 21 بهمن در مجلس سنا آغاز می‌شود. همچنین شبکه اسکای نیوز به نقل از منابعی در دولت آمریکا اعلام کرد دولت جدید این کشور به زودی طرحی برای گفتگوی مستقیم با ایران به اجرا می‌گذارد. دولت جدید آمریکا همچنین روز دوشنبه تمامی مبادلات مالی با انصار الله یمن را به مدت 1 ماه و تا بازنگری دقیق تحریم‌های اعمالی توسط ترامپ علیه این گروه آزاد کرد. واکنش دولت روسیه به اعتراضات علیه بازداشت ناوالنی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن محکومیت راهپیمایی‌های گسترده در حمایت از الکسی ناوالنی، چهره سرشناس اپوزیسیون روسیه که اکنون در زندان به سر می‌برد، این اعتراضات را غیرقانونی و خطرناک توصیف کرد. روز شنبه 10,000 نفر در سراسر روسیه به اعتراضات پیوستند که در جریان آن بیش از 3500 نفر از سوی پلیس دستگیر شدند. ناوالنی به محض ورود به مسکو در 17 ژانویه به اتهام نقض شرایط مربوط به آزادی مشروط خود دستگیر شد، اتهامی که رهبر اپوزیسیون روسیه آن را ساختگی خوانده است. همچنین ولادیمیر پوتین ادعای ناوالنی درباره داشتن کاخی مجلل در سواحل دریای سیاه را رد کرده است. برگزاری دور 5 مذاکرات قانون اساسی سوریه در ژنو. نخستین جلسه از دور 5 مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه که بر اصول اصلی قانون اساسی متمرکز بود در ژنو به پایان رسید. این جلسه با حضور هیئت مسئول تدوین قانون اساسی سوریه بدون صدور بیانیه پایان یافت. در این نشست 45 عضو از دولت سوریه، مخالفان و شخصیت‌های مدنی و مستقل و همچنین گیر پدرسن فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه حضور داشتند. حملات ائتلاف آمریکا به مخفیگاه داعش در شمال عراق. ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا یک حمله هوایی به یکی از مخفیگاه‌های این گروه تروریستی در شمال شرق عراق ترتیب داد. این حمله چند روز پس از انفجارهای انتحاری بغداد و جانباختن 11 نیروی حشدالشعبی توسط داعش انجام شد. در خبری دیگر از تحولات عراق، یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت که 2 عامل انتحاری که 5 شنبه خود را در بغداد منفجر کرده بودند عراقی بودند.
تبدیل شدن چین به مهمترین مقصد سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد، چین توانسته با پیشی گرفتن از آمریکا در سال 2020 به مقصد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در جهان تبدیل شود. این گزارش نشان می‌دهد سرمایه خارجی جذب شده در چین در سال گذشته میلادی 163 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که سرمایه خارجی جذب شده در ایالات متحده در همین مدت 134 میلیارد دلار اعلام شده است.